خیلی تسلیت. خیلی ممنون، واقعا ازتون متشکرم. بذارینش اونجا. خیلی ممنونم. تو دست و پای مردم نباش. داداش عکسام رسید. ممنون چتین. میگم تو برو دم در وایسا، همونجا پخششون کن. باشه. تسلیت میگم. ممنون. خیلی ممنون. خوش اومدین اوزان بیگ. بفرمایید. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین آقا. من براتون وصلش میکنم. ولکن خودم بس کنم. اجازه بدین من وصلش میکنم. بفرمایید اوزان بیگ. بفرمایید. آقا اوزان تسلیت. آقا اوزان یه سوال کوتاه دارم. تو رو خدا زیاد وقت چند لحظه صبر کن. یه سوال داشتم. یه سوال کوتاه. خواهش میکنم سوالاتتون رو جواب بدید لطفاً. دوستان لطفا از سر شما خواهش می‌کنم که بیشتر شرایطش بنویسید. چطور پیش میاد؟ وقتی کوچیک بذاریم برای خبر. آقا آزاد صبر کنید. لحظه وایسید. تسلیت میگم. غم نمی‌بینید داداش. غم آخرتون باشه. ممنون. تو ترافیک گیر کردم. خوب کردی. مراسم شروع شده؟ نه. شروع نکردیم. منتظر خواننده بودیم که خب اونم به سلامتی اومد. میتونستی بگی دیر کردی. شاکی نشو، دیر کردی. قسمت مورد علاقت موندن است. نگاشون کن، از حالا رفتن تو صف. مراسم امضا ستعزیه. داری مزخرف میگی. اون بابای منم بود. فقط حواست باشه بهم نگی داداشو بغلمم نکنی. تحمل این همه احساسو ندارم. یه دقیقه من آبجی فادی که اونم. خدا صبرتون بده. اوزان سرت سلامت باشه پسر. ممنون. آی اوزان، آی 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 آی، وقتی بهت نگاه میکنم انگار بابا رو میبینم پسر. ای خدا، تو توی دستای خودم بزرگ شدی عزیز دلم. صدام کن بگو آبجی فادی، صدام کن، بگو، یالا بگو. یادم رفت. اسمتون چی بود؟ فادیک هستم. فقط یکم داد بزن همه صداتو بشنوم. باشه آبجی فادیک. خیلی ممنون. حالا دیگه برو، بقیه هم منتظرن. باشه. اما انقدر از تو خوشمون میاد که اگه سال دیگه کاندید بشی خودم بهت رأی میدم. خب دیگه سلامت باشین. من آبجی فادیکم، یادتون نره. این زن کی بود داشت خفم میکرد؟ خودش بزرگت کرده. آبجی فادیکت دیگه. تسلیت میگم. خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. ممنونم. آقام پسرم، بگو چی به سر بابات اومده؟ بابا جمیل. چی شد؟ بابات خیلی آدم خوبی گوش بود کن. عزیزم خیلی خوب بود. کنترل کن تو را خدا. آشتی کنی پسرا. توی تعزیه کسی قهر نمی کنی. عمو جمیل، خدا بیامرزم از آشتی تو خوشحال میشه. عمو جمیل چی کار میشه؟ عمو جمیل چی کار میکنی؟ باشه بابا یه دقیقه دستمو ول کن. بیا تمام شد. باشه آشتی کردیم، تمام شد. آخه اینجوری درست نیست که دستمونو ول نمی کنی. دیگه آشتی کردیم دیگه. حالا درست شد، شادش کنی. ممنون پسرم. ممنونم عمو جمیل، ممنونم. خیلی ممنونم. زنده باشی. اینجوری گفتم که بی خیال بشه، باورت نشه. وقت خیلی وقت سعی نمی کنم بفهممت. نگران نباش. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تی وی.
آره، ما با زینب اومدیم اینجا منتظریم. باشه باشه، حتما خبرت میکنم. روزی که این عکسو گرفتیم و یادته؟ آره یادمه. عروسی بود مگه نه؟ پس این یارو کجا موند؟ چه خبر شده بود؟ طرف عروس با دعوا نذاشتن طرف داماد برخصن. خبرنگارا دمه درن. منم جاشون بودم میموندم. برادران مشهور سالهاست قهرن و الان عزادار باباشونن. از این خبر بهترم هست؟ داداش یه لحظه. جوونا خیلی ببخشید دیر کردم. راستش همه جا پر از خبرنگاره، هوا هم که گرمه. خب بیا اینو بگیر، پسر من خیلی طرف دارته. اما این کار ممنوعه، میدونی که ممنوعه. گرفتیم گرفتیم. برای تو موز آوردم. برامون موز آورده؟ دست درد نکنه داداش. بازن بی موزا نمیشه همینجوری خالی خالی خورد. من برم خامه و بستنیم بگیرم، زودیم بر میگردم. باشه رفتم. اگه کاری داشتی ما بیرونیم داداش. باشه داداش، خیلی ممنون. خب مبل داداش آرکان کجاست؟ اینه. خود داداش آرکان گفته بود بذارمش اینجا. خب حالا که هر دوتون هستین میتونیم ببینیمش. چیه ببینیم؟ وصیت ننوشته، فیلمشو ضبط کرده. داداش آرکان گفت هر دوتون باید با هم ببینینش. خب دیگه بشینین حالا. بفرما. اگه حاضرین که شروع کنیم. این پسر کیه؟ پسر همسایه است. اگه بهمون سر میزنی میشناختش. حالا نه که تو همیشه بودی؟ درستش کردی احمد؟ آره درسته. اما آرکان الان داره ضبط میکنه. آره هر موقع خواستی میتونی شروع کنی. خب خوبه، حالا تو برام بیرون، میخوام فاش بدم. به من نگاه کنین، کار خراب. الان که دارین این ویدیو رو میبینین یعنی من دیگه رفتم پیش مادرتون. حالا خوب گوش کنین، وقتی مادرتون مرد یکیتون 5 ساله اون یکی 3 سالش بود. با هم بزرگ شدیم، براتون هم پدر بودم هم مادر. نمیگم بابای فوق‌العاده‌ای بودم، شاید اشتباهاتی هم کرده باشم، اما من باباتونم. بابا هم مهربون هم سختگیر. من توی این زندگی، یعنی اون زندگی، تنها چیزی که بلد بودم موسیقی بودش و اونو به شما هم یاد دادم. تونستین موفق بشین، پیشرفتم کردین، آفرین. من نشد از خوندن توی عروسی جلوتر برم. بگذاریم، خلاصه بگم که الان 2 تا چیز هست که خواستم تقسیمشون کنم. یعنی چی؟ چیو میخواد تقسیم کنه؟ فقط یه خونه و یه ماشینه. از خونه شروع کنیم. میدونین که توی این خونه هم روزای خوب بوده هم بد. گوشه گوشش پر از خاطراته. هر دوتون توی این خونه دنیا اومدین، برای همینه که ارزش معنوی این خونه برای من خیلیه. دوست داشتم بمونه برای شما، اما فروختمش. چیکار کردی؟ فروختی؟ 5 سال پیش فروختم. بابا به کی فروختیش؟ به میوه فروش. قیمتش خیلی خوب بود. خلاصه دیدم که فقط 2 تا چیز مونده. خواستم قبل از مرگم حل و فصلشون کنم. آره مگه اینکه ما تو رو نشناسیم. گوش کنین، ادامه داره. یک کم از اون پولو کنار گذاشتم برای حج، اما قسمت نشد. به صاحب خونه یعنی میوه فروش اجاره خونه رو بده کارم. اوزان باید پرداختش کنه. بفرما، اینم از حساب کتاب ما. بگیر. چرا اجاره رو انداخت گردن من؟ حالا در قبار اون از کلکسیون کراچ، اینا رو مخصوص خودت میذارم. آزن نفرما، دستگاشم اونجاست. آکان برای تو هم از وسایل اصلاح هم میذارم. بقیه وسایل هم بین فقرا تقسیم کنین تا یه فاتحه برام بفرستن. خب حالا دیگه نوبت ماشینه. خب میدونین که اون ماشینم درست مثل خونه پر از خاطراته. آره میدونیم، یادمون نمیره.
بعد عروسی ها کم واسش کشیک نداده. پسرم شاید بعضی از عروسی ها یک هم دیر به خونه برگشتیم. بالاخره منم یه مردم دیگه. منم یه سری نیازا دارم پسر خر. وقتی مادرتون مرد من یه مرد جوون بودم. مگه میشه یه مرد همینجوری بمونه؟ دکتر گفت به سه هفته نرسیده به فساد میفتی. دلتون میخواست اونجوری بشه؟ بگذاریم. آکار ماشینو برای تو میذارم. یعنی چی؟ چرا داره ماشینو میده به تو؟ سویچارو هم برای تو میذارم اوزان. بابا انگار شوخیت گرفته. نه تعجب کردی نره؟ سالها بود که با هم حرف نمیزدیم. ببینم اینا میتونین با حرف نزدن حل کنی نره؟ خب دیگه بریم سر اصل مطلب. آخرش مال دنیا تو دنیا میمونه. بچه ها ازتون یه خواهشی دارم. ازتون میخوام توی یه عروسی با هم دیگه بخونین. یه آشنایی بعد سالها زنگ زد و خواهش کرده که اگه خودم زنده بودم حتما میگفتم با هم بریم، اما دیره چون دیگه دفنم کرده. جا و تاریخ عروسی رو به میوه فروش گفتم. به چی نگاه میکنی؟ به عنوان باباتون آخرین خواستمه. اگه یه ذره حق پدری به گردانتون دارم دلمو نشکنن. شارژش تموم میشه، شب بچم درس داره. خب دیگه جوونا، وصیتو شنیدین. اینم از آدرس واسه عروسی. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادین میرسیم به قسمت دوم که بعد براتون میفرست. اگه خواستین زنگ میزنین شخصا میارم، چون من سرویس درب منزلم دارم. تازه ترین میوه ها و سبزیجات هم داریم. قبل از کنسرت میوه احتیاج دارین؟ مگه نه؟ بازم بهتون تسلیت میگم. آیشه ایلماز، آخر هفته تو اولا. آخه این عروسی دیگه از کجا آمد؟ وقت رفتن کار خودشو کرد. چرا بهم نگاه میکنی؟ چیه ها؟ با تو آهنگ اجرا نمیکنم ها؟ منم زیاد دلم نمیخواد با تو اجرا کنم. آخر هفته کنسرت دارم، نمیام. من حتی نمیخوام با این جلوی خبرنگارا دیده بشم. بعد میگی باهاش برو رو صحنه، آخه این چه کاریه؟ درسته. یعنی من با آدمی که اندازه من معروف نیست و فروش نداره برم روی یه صحنه؟ آره؟ آلبومای من به عنوان تخم مرغ شانسی فروش نمیره، عصبیم نکنه. مهم اینه اون آهنگی که میسازی دست همه میرسه یا نه. بارو بابا، عروسی بهانه است نه؟ تو اصلا دلت نمیخواد با من باشی؟ آره. عجیبه، واسه یه بار باهات موافقم. میدونم، منم همینطور. خوبه پس. آره آره آره, آره. داداش اوزان بی، من همینجام. خب هنوزم نرفتن. خیلی خلاصه براتون بگم آزان بی، اینا دم در چادر زدن و تا گزارش نگیرن نمیرن، پس الان میندازمشون بیرون. باشه؟ نه؟ خیلی خوب. داداش تا نرین بیرون و دو کلام حرف نزنین جایی نمیرن. طرفدارای تو نمیرن. برو بیرون یه چیزی بهشون بگو برن. چرا من برم؟ خودت برو. تو این چیزا رو دوست داری پس برو دیگه. اگه تو نری عمرم منم نمیرم. جایی صحبت با خبرنگارا ترجیح میدم بمونم. خب پس بمون. معلومه میمونم. منم میمونم. تا صبح میمونم. منم تا شب میمونم. من تو اتاقم میمونم. من اتاق تو نمیام. منم میرم اتاقم. بسنم. خوش گذشت. خدافظ. گیری کردیم از دست این. پیتزا اومده هاکان. چتین ببخشید تو رم اینجوری پاگیر کردم. این چه حرفیه داداش؟ ما رفیقیم. الان پشتت نباشم کی باشم؟ دمت گرم نوشه جان. ممنونم. اوزان بی، اتمن گرسنه ایم. براتون غذاهای خیلی خاصی آوردم. بفرما نوشه جان کن. با جبهش می آوردی؟ خب چرا اینجوری میکنی؟ بهت نمیگم اینقدر قلف نکن. این چیه؟ گله.
از تاج گل کندی؟ آره داشت میافتاد، گفتم حیف نشه دیگه، به هر حال قضا یه تزیینی میخواد. روح بابای خدا بیامرزتونم شاد باشه. بفرما نوش جان کن. بفرما. آفرین. خبرنگاری هنرمندا رو بیخیال، میرم تو خبر ورزشی، لااقل ساعت مسابقات مشخصه. این دیگه چه وضعیه؟ از صبح تا شب باید منتظر مون، همیشه اینطوریه. نه زینب جان، معمولا کاروان میدادن استراحت کنیم، این دفعه اینجوری شد. انگار تو تازه کاری. آره تازه کارم، ولی قصد موندن ندارم. میبینیش بابا نشسته داره گیتار میزنه، اما معلومه دلش واسه قبلنا تنگه. آخه بابا این چه وضعیتیه تو رو خدا؟ تو که میدونی من همچین کاری نمی کنم، چرا همچین وضعیتی میکنی آخه؟ چی شد؟ هرچندیان فکر کردم مثل قبل بریم با هم بزنیم و بخونیم، ولی منصرف شدم. نه بابا، فقط سیما کهنه شدن، معلومه. خب پوسیدن دیگه. آره پوسیدن. آخه چرا نگاه میکنی بابا؟ آخه چرا؟ درسته که این آخرین خواستته، اما من با این یارو نمیخوام رو صحنه برم. من یه دستی به اینجا بکشم. گیری کردی بابا. چه خبره؟ کاملا مطمئنم اگه با تو برم رو صحنه اصلا لذت نمیبرم. اما حیف نمیشه وصیت بابامو ندید بگیرم. منم باهات حال نمی کنم، اما خدا بیامرز اینطوری خواسته. یالا حاضر شو پس. خبرنگارا چی؟ واسه اونم یه فکری دارم. فقط تو رو خدا این کلاه تو برداره. حتما سیما پوسیدن. کلام خیلی هم خوبه، عاشقشم. خودشون اومدن. اومدن برید نمایش. زود باشین، دارن میرن. زود باشین، زود باشین. بجا میرن. از اون بر، اونجا اونجا کسی ماشین داره. بر از این بر. صبر کن، صبر کن. یواش بیا. کسی نیست. چی کار میکنی؟ سویچو بده من. نه من میرونم. مگه نشنیده ماشینو داد به من؟ اما سویچ هم دست منه. سبیم نکن، سویچ رو رد کن بیاد. بیا بگیر. بعضی وقتا من میرونم. تا ببینیم. زورگو. را بیافت. بچه بار رو. الو. فکر کنم همین الان یه چیزی فهمیدم، مطمئن نیستم ولی اتفاق عجیبی افتاد. من صبح هیچ جا نمیتونم بیا. از کجا میخوای بری؟ میرم دیگه، تو سرت به کار خودت باشه. به نظرم از اتوبان برو، زودتر میرسی. به نظرم تو بگیر بخوا. دور بزن، برو سمت راست. هی بابا چرا گوش نمیکنی؟ چرا برمیگردی؟ اصلا میدونی اولا سمت ازمیره؟ اوزان باید از سمت ادیرنه بری. اوزان تو بگیر بخوا دیگه. تو رو خدا این کلاهت هم در بیارا، آبرمونو بردی.
رسیدین؟ نه خیلی مونده. خوبش سال آخر دبیرستان میشه یه امضا به من بدی لطفا؟ باشه. اول من گفتم نه 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 زود باشیم. خیلی دوست داریم. خیلی دوست داریم. خدا بیز. داداش چطوری؟ خوبم آقایون. خوبه؟ خوبه. خوبه؟ حالا جدیدن مشغول چه کاری هستی؟ یکم تعریف کن برام. سبکای جدید رو امتحان میکنیم. خوبه؟ خوبه. اون نوازنده باز که تو گروه بود نباید بیرونش میکردین. خودش از گروه رفت. خوبه؟ خوبه. خوبه؟ خوبه. خوبه؟ خوبه. طرفدارای تو انگار زیاد دوستت ندارن. این روزا آهنگ جدیدم خیلی قوقا کرده، حتما باید بشنویش. به نظرم به جاش اینو گوش کنیم. مار من چیه؟ مگه آهنگ نیست؟ این بهتره. این بهتره. نه خیر. این 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 گفتم این. اینا دارن چی کار میکنن؟ بفرما. من گوش میدم. منم گوش میدم. منم، بله. گوش کن. اینا دارن کجا میرن؟ تعقیب چقدر کار سختیه. اگه ماشین خراب بشه دیگه نابودم. نابود. فکر اینجاشو نکرده بودم. اگه ماشین خراب شه شاید خراب شه. راه خلوته، یکم زود میرسیم. رسیدیم باید تمرین کنیم. تو یکی دوتا از ترانهاتو میخونی تا ببینیم چی میشه. مگه تو نمیخونی؟ من میخوام ارگ بابا رو بزنم. مگه نمیخواستیم مثل قبلا اجرا کنیم؟ مگه بابا اینطوری نگفت؟ انگار یادت رفته. من قبلنم آهنگ نمیخوندم. صحنه رو ردیف میکنم، آهنگ آماده میکنم، بعدشم تو میری و میخونی. یعنی درست مثل قبلا. یعنی درست مثل قبلا. رفتن سمت راست. یالا زینب، یالا دختر، همینجا ازشون جلو بزن. چرا از این راه اومدی؟ اون یکی جاده رو دوست ندارم. از اون راه همه بری چی میشه؟ اون وقت که مثل همه میشم. خب خوبه؟
اصلا همینطوری همیشه گند دماغ باش. دارم باید عجله کنم، بهتر از این نمیشه. یعنی ماشینش خراب شده؟ بریم ببینیم چشه. تو مگه وزیر صنعتی؟ میخوای چی کار کنی؟ موتور بلدی تعمیر کنی؟ ماشینش خرابه پسر، کمکش نکنی؟ گفتم کمکش نکنی؟ بلا دور باشه. ممنون، نفهمیدم چی شد مجبور شدم وایسم. کسی هم از اینجا رد نمیشه. شما آقای چیز نیستین؟ آره ماییم. آلبوم فروش نمیره، گفتیم بریم تو کار تعمیر. خب ببینیم چشه. از ماشین سر در میارین؟ من بیشتر بچگیم با تعمیر اون ماشین پشتی گذشته، یکم سر در میارم. استارت بزن. اهداهاشو ببین، دوبار ماشین بابا رو درست کرده، فکر کرده اوستا شده. به چیش مینازه؟ خوبه، بسه. خیلی خوب. خوب رادیاتورم سالمه، آبش جوش نیاورده، مثل اینکه مشکلی نیست. نه از اینم نیست. خب ظاهرن شما هم مشکلی ندارن، اینم که خب سالمه. ممکنه مشکل دیگه ای داشته باشه، شما زیاد ریسک نکنین، بهش فشار نیارین، حتما باید به یه استاد نشونش بدین. خب منم که خب مکانیک نخوندم. سیمبوکسل داریم یا نه؟ شاید تو صندوق عقب باشه. صندوق؟ آره همونه. میدونم، اما قفله. ببخشید، باشه الان باز میکنم. بفرمایید. خیلی خوب. باز نشد. باز نشد؟ یه بار دیگه. خب اونجا یه چیزی هست که باید کشیده بشه به جلو. میدونین چیو میگم ها؟ باز نمیشه؟ دستم رو همونه. باز نمیشه؟ خب میخواین بشموریم؟ بشموریم. آره خوبه. خب یک دو سه. اما من سه رو نگفتم، برای همین شاید یکم دیرتر فشار داده باشم. آره باشه، ببخشید. بریم. اصلا میخواین برعکس بشماریم؟ از سه به یک. باشه، از سه به یک میشماریم. فکر خوبی. آره بریم. سه دو یک. نشد. میگم ممکنه خود ریموت مشکلی داشته باشه که با این هماهنگ نشه. نه میشه بدیم من؟ تو هم صندوقو ول کن. بازش کن. ممنون. اینو به ماشینمون ببند. این چرا اینجوری میرونه؟ الان میزنه به ما. آهای یواش، زیگزاگ نرا دیگه. خب باشه، یواش یواش، با تو هم فرمونو صاف بگیر، زیگزاگ نرون. چی میگی؟ فرمونو مستقیم بگیر. مستقیم، فرمونو صاف بگیر، صاف. نمیشنوم. نمیشنوم. چی میگی نمیشنوم؟ یه جا وای میستم، تو برو بشین. پمپ بنزین اونجاست، همونجا وایسه. منم باید برم دستشویی. عجب گیری کردیم اساسش با این رانندگی داغونش. چه وضعشه؟ خیلی خب، زیاد غر نزن. چی شده؟ اوزان یه کاری داشت، رفت حلش کنه. آها.
مثل یه خوابه، باورم نمیشه. چرا؟ چرا؟ خب تو راه موندم و دوتا موزیسین معروف اومدن کمکم، یکم باور نکردنیه. ماشینت خیلی قشنگه، نوستالژیکه، از اینا دیگه زیاد نمونده. آره زیاد نمونده. خیلی وقت دست توه؟ چون گفتی بچگیت با تعمیرش گذشته. یادگار بابامه. آخه خیلی تسلیت میگم. ممنونم. داره میاد. خب سویچو بده. نه من خودم میرونم. نه تو زحمت نکش. نه یعنی چی؟ مگه میشه مثل شوفرا؟ فهمیدم، بده من. خب من بیام اینجا؟ اون رفت اون ماشین. سوار شو. باشه. کمربند تو ببند. اوستا، اوستا بیدار شو. اوستا با تو هم کامیل، اون آچه رو بیار ببینم. بیا اوستا. این چیه؟ خودت گفتی آچه رو بیارم دیگه اوستا. خیلی خوب، بدش ببینم. اوستا این خانم تو راه مونده بود. بذار ببینم چشه. کاپوتو باز کن. اوستا گیرش اینجاست، اینجاست. اوستا فکر کنم از روغنش نیست. به نظرم از اینجاش هم نیست. عقل کل. استارتو بزن صداشو بشنوم. بهتر نیست گاز نده. گاز بده. بسه بسه بسه، خیلی خوب. بسه خوبه دیگه. بسه بسه دیگه دختر جون، نکن. ای بابا چی میگی؟ بسه دیگه، گاز نده دختر. بسه متوجه نمیشم. بسه خانم بسه. دیوونم کردی. نمیشنوم. صورتم صورتم سوخت. ببخشین ببخشین، حالتون خوبه؟ خوبین؟ خوب نیستم، اصلا خوب نیستم. ببخشید. حالا فهمیدین مشکل از کجاشه؟ مشکل تویی، خود تویی. میگم گاز نده، باز گاز میدی. خفم کردی از دود. خب به نظرتون تا بعد از ظهر درست میشه یا نه؟ آره سه سوته درستش میکنم. دیوونه ای؟ این موتورش سوخته، حداقل یه هفته 10 روز کار داره. اوستا، این ماشین ما هنوز درست نشده؟ یه هفته 10 روز کار داره. پس همه ی ماشیناش یه هفته 10 روز طول میکشه. دو ماه داری میگی یه هفته 10 روز کار داره. بابا خدن سرون بچه همه درستش کن دیگه. این که کوچیکه، سال بعد خدنش کنی، چه عجله یه. منم میگم سال دیگه بهتره. تو ساکت شو، اون بریده میشه، فهمیدی؟ اوستا، ماشینو درست کن دیگه، قربونت برم. باشه یه کاریش میکنم. اینو اینجا بذار باشه. فهمیدم، یعنی میگی یه هفته 10 روز دیگه. آفرین، گوشات نمیشنوه ها، اما هوشت خوبه. بفرمایین. زینب تو کجایی؟
من راستش هنوز توی راه هم نرسیدم مامان. مامان کیه؟ داری منو مسخره میکنی؟ زود بیا باید واسه خبر بری. اگه بدونی تو راه چه بلایی سرم اومده، خیلی داستانش عجیبه. حالا رسیدم حتما برات تعریف میکنم. زینب تو داری چی کار میکنی؟ باید واسه خبر بری، کسی تو روزنامه نیست، زود بیا. فهمیدم، چند روز اورلا هستم و برمیگردم برات تعریف میکنم. چیو تعریف میکنی؟ باشه مامان جون، ای بابا. منم تو رو خیلی دوست دارم. خدافظ، میبوسمت عزیزم. زینب مامانم یکم نگرانه و دم به دقیقه زنگ میزنه. در ضمن من خیلی ممنونم که وسط راه ولم نکردین و برین. خوبه که شماها تصادفاً میرین اورلا. خب واسه کنسرت یا تفریح؟ راستش تو همین مایه ها. چه خبرهای دروغی دربارتون مینویسن؟ مثلا مینویسن با هم دعوایی هستین و اینجور چیزا، آدم اصلا باورش نمیشه. نه درسته. این چیه منو دیوونه کرده؟ یواش پسر میشکنه. بشکنه بهتره، هیگه سر باز میشه. اونو ببندش. باز نمیشه. پخش رو روشن کن. توش کاست نیست. فکر کنم اونجا یه کاست باشه. کاست چی هست؟ حتما از اون آهنگای قدیمی عروسیه. خوبه، از هیچی بهتره. بذار گوش کنه. چه خبر کره خرا؟ اگه دارین این کاستو گوش بدین پس الان حتما تو ماشین منه. آفرین، حالا درست این اون قدیما داره میرین عروسی با هم بنوازه. شما دارین میرین عروسی؟ شش، رابطتون چطوره؟ درست شده؟ اه؟ زود جواب بدین دیگه. راستش خیلی هم چیز نشده ولی. شما چه جور آدمایی هستین؟ واسه جواب دادن دارین به خودتون میپیچینه. ره پسر من مردم. راحت باشین، گوش کنین. توی صندوق عقب یه چیزی هست که باید بدین بزنین که عروسیش میرین، فهمیدین یا نه؟ در ضمن داشبوردم خرابه، یه تعمیرکار نشونش بدین. میبینمتون، هر چند تا که نبینم بهتون برای شما بهتره. وای خدا، حسابی تلاش کرده. ویدیو، کاست، فیلم. میتونم یه امضا بگیرم لطفا؟ باشه، حالا برگشتم خبر میدم. موسان جور. آره، برنامه امشب رو کنسل کنم. موسان جور بگین سیب. خب بگو، گلو درد شده، مریض شده، نمیدونم، یه چیزی بگو، من تا آخر هفته کار دارم. حضور حضور ببینش، خیلی خوشتیپه. خدا فرد یا پایین دارم نگاه میکنن. اولا به من چه؟ یا پایین میگن. کمربند تو ببند. خوشگله. اما یکم عجیبه. نه بابا، چیش عجیبه؟ اگه عادی بود همون اول آویزونم میشد. معمولا اینجوری میشه. آره تو راست میگی، اما این اصلا هیچ کار نکرد، حتی یکم به تو توجه داره. خیلی جالبه. ساکت شو، میگه او دختره میشنوه. نه خیالت راحت. آخه چطور میگی نمیشنوه؟ من برات ردیفش میکنم. چی میگی؟ رانندگی تو بکن. بیا. چرا پسر؟ رانندگی تو بکن. میگم برات. صدای منو بلند نکنه پسر، میگم ردیفش میشنوه. میکنم داداش. ای اوزان، دوستش داری؟ ها؟ ها؟ اگه دوستش داری فریاد بزن، هر جور که دلت خواست. باید راه بیافتی بری جلو. تو انگار تنت میخوره. آره تنم میخوره، اما تو هم دوست داری. تو خیالت راحت باشه با من. چرا اینجوری حرف میزنی؟ آروم باش.
باید بگی دوستت دارم. آخه تو خجالتی و خودت نمیتونی بگی. ساکت شو. آخه تو دردت چیه پسر؟ دون کا 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 دون کا 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 کا. آتش دیسین آتش ده آتش ده. عقلم گیتی بیر کزا ایشته. آیرمش و همی بیلمم اما. اون لیمو رو بده من ببینم. تو داشبورده. میخوام بزنم به موهام. آفرین. آها. باریکلا فشارش بده. بسه خوبه. خوبه. بابا ماشین داره میاد. خب بیاد چیکار کنم؟ اگه یکم دیگه ادامه بدی حالیت میکنم عشق چیه. فهمیدی؟ بابا جاده رو نگاه نمیکنه. بابا تو چیکار داری؟ لیمو تو فشار بده. رامیو، رامیو داره میاد. دوست جلو تو ببین. ترمز کن، ترمز کن. آفرین، آفرین، تصادف کردیم، تصادف. دیدی چی شد؟ بسته بینم، تو حالت خوبه؟ داداش، داداش، زنده ایم، قربونت برم، طاقت بیار داداش. تو خوبی، چیزی نشد که. بچه شما خوبین همه؟ خوب اب نداره، فده سرتون، سازه شکست خاک تو سرت کنن. تو خوبی؟ چیزیت که نشد، ها؟ خدا پدر و شک خوبم، فقط اینا شکستن. خودت چرا سالمی پس؟ ها چرا سالمی؟ داداش تو حالت خوبه؟ چیزیت که نشد. باشو 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 اینا که دستم دوگونه بابا. خب بلند نشد تو، دستش کنده شد بچه. تو چطوری؟ حالت خوبه؟ خب اینم از این شه برای سر ماشینم اومده. خب منم که خوبم. این چه وضعیه؟ شما کورا داری ماشینمو داغون کردین. احتیاط نمیکنین چرا؟ این که وضع رانندگی تو جاده فریه. ببخش دیگه داداش، خب چی کار کنیم؟ یهو سرمون سبز شده. خب چجوری ببخشم آخه؟ شما خود یه نگاه بندازید چه بلایی سر اینا اومده. همه سازاشون و موبایلشون داغون شد رفت. الان من چیکار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ باشه داداش، شما شمارتو بده، من ضرر شما رو میدم. باشه، پس یادداشت کن. صفر صفر. حالا گیرم زنگ زدی. چجوری جبران میکنی؟ اینا همشون داغون شدن، نگاهشو کن. اون بدبخت اونجا دستش کنده شده، نگاش کن. نوازنده ای ارگه، با دهنش بزنه. حالا امشب جشن داریم، چیکار کنیم؟ آی کمرم مادر داغون شده. خب میگم نوازنده دیگه ای سراغ ندارین؟ من خودم خسارتشو میدم داداش. واسه فکر کنم. نه خیر، همین هم که میبینی با کلی بدبختی جور کردم. باید نوازنده از کجا پیدا کنم؟ عجب گیری کردیم از دست شما. جشن امشب رو خراب کردی. آخه یه نگاه به این در با داغونه بنداز، مگه میتونن بزنن؟ اینا بیچاره شدن دیگه. ای چی شده بابا؟ بابا 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 اینا خواننده‌ن، سازم میزنن. پس شما خواننده ای؟ یعنی چی؟ برین اونور. باورم نمیشه، باورم نمیشه. ریختمونو ببین تو رو خدا، این چه وضعی آخه؟ تقصیر منه، تقصیر منه داداش. آخه یکی نیست بگه با کدوم عقلت با این راه میافتی. حالا که راه افتادی چرا میذاری برونه؟ بهت گفتم از جاده اصلی بریم. گفتی از جاده که همه برن نمیری. آرتیست، آرتیست تویی. تو با 100 تا خبرنگار اومدی تشییع جنازه بابا، نه من. درسته، وقتی دوربین خبرنگارا رو بشکنی آرتیست نمیشی. با مشتی که زدی تو صورتم دو ما نرفتم اجرا. خوب کردم، حقت بود. برات سخته که آدمو منو بیشتر دوست دارن، مگه نه؟ مواظب باشی میگی. مواظب نباشم چی؟ میشکنی. یعنی منظورم اینه که دماغتو میشکنم. خب چیکار کردین ها؟
شما به چی میخندین؟ مگه فینما؟ بابا دیگه گفته بابا بری بلا بری قبشید چی شده؟ بری دیگه بری عجب وضعیه دلم میخواد شب چنان جشنی را بندازین که همه از رخیدن هلاک بشن فهمیدین؟ بگو ببینن چی شده؟ چیزی نیست سازا حاضرن؟ بله حاضرن همه رو شکوندی داره مونتاژ میشه آدم هم مونتاژ میشن میان انشالله میگه حاضرن؟ سلام شب همگی بخیر ممنون متشکرم بریم یک دو سه چهار چی بخونم؟ ها؟ میگم چی بخونم؟ صدات نمیاد دارم میپرسم چی بخونم؟ بگو دیگه ای بابا یکی از ترانه های بابا رو بخون Aman bulguru kaynatırla Haydi bulguru kaynatırla Serine yaylatırlar Aman serine yaylatırlar Fidayla da Ankaralım fidayla 500 altın yedirdim bir ayda الهی من قربونت بشم پیش ایشالله دفت که با درده کنی گتی ده گلمدی نفایدا باشنو دایسیم بو سیدا خیلی ممنون متشکرم کی فکر میکرد هاکان پاپسن آهنگ ترکی بزنه اونم با کراویه توی عروسی تلفن رو جواب نمیدی تو کجایی؟ توی روستا که اسمشو نمیدونم بهت گفتم دنبال یه داستان عجیبم دیگه روستا این صدا چیه؟ صدای آهنگ میاد راستشو بگو کجایی؟ گفتم که توی روستا واسه تشییع جنازه فرستاده بودیمت کجا رفتی؟ خب الان توی عروسیم همراه اونا اومدم دارم درباره یه چیز خیلی مهم حرف میزنم که تو هیچ روزنامه ای تا حالا هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشده فهمیدی؟ حواسم هست تو از کجا میدونی چی مهمه و با ارزش؟ باشه پس مدرک بفرست از کجا بدونم راست میگی؟
باشه، یه عکس به عنوان مدرک برات میفرستم، اما به هم قول بده به هیچ کس به جز رئیس نشون نمیدی، چون به هیچ وجه این عکس نباید هیچ جا چاپ بشه، فقط بین خودمون بمونه، فهمیدی؟ قول بده. Açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. چی شد؟ عروسی تموم شد؟ نه، من یکم به خودم استراحت دادم. ارگو کی میزنه؟ بابام. چی؟ چند تا از آهنگای قدیمی بابام که تو عروسی ها میزده گذاشتم. بابات خواننده عروسی بوده مگه نه؟ آره، جایی نبود که نرفته باشیم. یادت تو راه که داشتیم میومدیم گفتیم ماشینت نوستالژیکه؟ کل زندگیم تو اون گذشت. مادره چی؟ عصبانی نمیشد؟ براش سخت نبود که بابات شماها رو با خودش میبرد عروسی؟ راستش اونقدی با مادرم نبودم که بدونم از چی عصبانی میشه. وقتی مادرم مرد 5 سالم بود. صورتشو هم مبهم یادمه. اوزان حتی همین قدم یادش نیست، فقط از رو عکس میشناستش. بعد مرگش از اتاق نیومدم بیرون. یادم چند روز گریه کردم. بابام تا وقتی آرومشم منتظر شد. بعد اومد بهم گفت که تو امروز بزرگ شدی. بعدش دیگه من بچگی نکردم. ولی اوزان همش بچه موند. آره، همش داره تفریح میکنه. اوزان همیشه همینجوریه. هر عروسی که میرفتیم بیشتر از همه تفریح میکرد. تو چطور؟ من همیشه همینطوری بودم. هیچ وقت فکر کردی خودتو آزاد بذاری؟ اصلا امتحانش کردی؟ یعنی فکر کنم اگه جات بودم اینقدر سری بچگی و ول نمی کردم. یعنی زندگی فقط یه باره. یه بار زندگی می کنیم. یه بار اینجا هستیم. به نظرم هر جور دلت می خواد باید رفتار کنی. جدی میگم. شاعر میگه انسان با زندگی کردن زندگی رو میفهمه. مثل یه قایق که تو دریا شناوره. تو این شعر رو بلدی؟ از تجربه هم یه چیزایی یاد گرفتم. داداش زن. ها؟ تو یه مدت دوست دختر مانکن داشتی. خب خواهر داره؟ خیره، چرا میپرسی؟ اگه خواهر داره واسه من ردیفش کن. دختر خیلی خوشگلی بود. اگه خواهر داشته باشه اونم حتما خوشگل. والا هفته پیش جدا شدیم. الان دیگه تو صورتم هم نگاه نمیکنه. چی کار کردی؟ داداش تو رو خدا این کارو نکن. زشته. ببین اگه آشتی کردین منو یادت باشه. باشه. این چی حرفیه؟ یادت هستم. جدا شده. اوزان اینو برای من یه امضا میزنی لطفا؟ البته، کجا رو امضا کنم؟ خیلی متشکرم. بینا تو اینجا چیکار میکنی؟ هیچی، از اوزان امضا میگرفتم. به تو چه؟ اونو بده ببینم. نه نمیدم. گفتم بده. اینا که میپوشی منو به خاطر بیار. تقدیم به فوزیه. والا نمیشناسم.
تو چجوری شورت نامزد من امضا میکنی ها مردک؟ بگو چجوری امضا میکنی؟ بگو ببینم. سوء تفاهم شده. میزنم میکشمت. تو خیر سرت آرتیستی؟ بس دیگه کشش نده. شورت کیو پرت کردی ها؟ بسه. تو چی کار داری این وسط ها؟ انسان با زندگی کردن زندگی رو میفهمه. مثل یه قایق توی دریا. بلند شو. بلند کنم. ای بابا خوبیت نداره بابا، عروسیه باید شادی کنید. آقا نزن برادر، آروم بگیرید بابا، بس کنید دیگه. درست خدا نکنید آقا، نکن برادر من نکن. ای بابا نزن. بلند کنم. این بیشرف کجارم؟ این یارو کجا دارم؟ خوبین؟ آره خوبی. بپا بپا بایسته بینم کسافت. وای چقدر خوب زده. بریم بریم زود باشیم. رب بلم کنین کدوم بوری رب. یه عده دیگه هم دارن میان. بابا جان بابا، بابا زود فرار کن، زود باش. عقب نشینی میکنیم، عقب نشینی. کجا میخوای فرار کنی؟ حال کردی چی زدم؟ راه بیفتیم بریم. کجا؟ مکفیک. خب میریم روستا دیگه. زود باش زود باش بیا بریم. زود باش بوزان شما بریم. پس تو چی؟ منم وای میستم. زینبو بردار برو. زود باش. الان دیگه بد جوری به حسابت میرسم. این کجا موند؟ برمیگردم، تو اینجا باش. از همه تجربه‌ام یه چیز یاد گرفتم، این که وقتی بغل کردی باید محکم بغل کنی دوست تو. دارن میان، دارن میان. بودو تو دعوا باید بزنی، باید با همه ی وجودت بری تو دعوا. حالا اگه میتونین ما رو بگیرین، اونقدر بدو این تا چونتون در بیاد. ما رفتیم خدافظ. به خاطر کلاویه برگشتی بین اون همه آدم؟ بالاخره یادگاری بابا بود دیگه. این ساز اون همه دعوا دیده، مگه میشه ولش کرد؟ شما دوتا واقعا دیوونه این. آخه چجوری میشه آدم با یه روستا در بیفته؟ آره واقعا در اصل نباید اتفاق میفتد. خب برای اوری برگشتن درسته یا نه؟ در اصل نه. رفیقای من چطورن؟ ردیفین؟ از این به بعد واسه عروسی ها رو شما هم حساب میکنم، خودم هم میشم تاتوی شما. تاتو چیه؟ همون منیجر یا مدیر برنامه، اما براش از شما پول نمیگیرم. خیلی قشنگ ساز زدین و خوندین، دمتون گه. قربونتون برم من. خب دیگه وقتشه دیگه ما بریم. خیلی خب بیام بریم خونه ما. نه نه ما میریم داداش، همین بغل دیگه. بیا بریم امشب و بعد بگذرونین. به نظرم بریم. آره بیاین بابا، یه وقتی یه حیوانی چیزی میاد یه بلایی سرتون میاره. بیاین بریم. بیاین بریم دیگه. آره خیلی خوب باش. آفرین اوزان. ازت یه چیزی میخوام، یه ترانه هست که من اوزانم خیلی باش خاطره داریم. وقتی زنمون رو میشنوه خیلی احساساتی میشه، گرفتی؟ وقتی رفتیم روستامون اونو میخونی، یکم بحثمون شده میخوام آشتی کنی. مگه میشه نخونم؟ جدی؟ بابا دمت گرم. قربونه سرت برم من. ممنونم. سوندری سیدینه ورمدیلر
söz geçmez bugün derim, bugün derim, bugün derim. Gözüm gönlüm seni arıyor, baba vermiyor, ana vermiyor. Rabbe kaynen ne yaptın bize, ne yaptın bize, ne yaptın bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yani. چیه؟ ببارین اون صدا رو. خانم میگم بسه بس کنین که بریم تو. زنم باز جوش آورده. بریم. بیاین. پشت. چرا رو پشت بومی؟ دارم ستاره ها رو میبینم. تو هم بیا. اون طرف یه نردبون هست. خوش اومدی. اینجا مکان منه. مکان؟ خیلی قشنگه. اون یکی. کدوم؟ اون. اون؟ اون ستاره قطبیه. میگن که دنیا و همه ستاره هاش به اون وابستن. اما واسه چی؟ شاید فقط اونه که میتونه این همه بارو تحمل کنه. قشنگه مگه نه؟ آره قشنگه. در واقع تو هم همینطوری. چطور؟ یعنی هم انگار که نزدیکی هم دوری. واقعا اینجوری دیده میشم؟ آره. من برای دیدن یا شنیدن تو اومدم. اون موقع اینجوری فکر کرده بودم. تو وقتی ترانه میخونی انگار کسی اطرافت نیست. و من نمیدونم چرا کل شب سعی کردم با چشم تو چشم بشم، اما عجیب بود. تو همیشه با چشمای بسته میخونی، انگار که تو خودت گم میشی. بس چقدر حیف شد. چرا؟ اگه چشمم باز بود شاید زودتر میشناختمت. اینجا یکم سرده. نه نیست. آره سرده. بیا. نه واسه اون نگفت. نه واقعا بیا، اشکالی نداره بابا. باشه. داداشای گلم ببینین، درست رانندگی کنین ها، شاید همه مثل من آدم حسابی نباشن. نه ترس، این دفعه من رانندگی میکنم. بریم دیگه. خداحافظ. داداش زن منو یادت نره ها. آشتی کردی خواهرشو جور کن. بابام کلی باغ داره. بعدش همش میرسه به من. به تو هم میده. تو نگران نباش. برس به سلامت. به سلامت برین. الو. تو کجایی؟ چی شده؟ من به همه گفتم تو مریض شدی، نمیتونی کنسرت بذاری. روز بعدش خبر چاپ میشه که رفتی تو عروسی خوندی. رو پیشونیتم پول چسبوندن. الان وکیلش زنگ زده بود. گفت میخواد تقاضای غرامت کنه. منظور چیه؟ چه خبری؟ برات ایمیل زدم. اگه برنگردی و فردا شب کنسرت نذاری، باید کلی پول بابت غرامت بدیم. باید فوری برگردی. باشه، بعدم بهت زنگ میزنم. داداش بزن کنار. چی شده؟ میگم بزن کنار.
مسئله جدیه؟ یه کسی تو عروسی عکسمو گرفته داده به روزنامه ها. زیرش هم نوشتن گفته مریضه اما رفته عروسی خونده. این همه ناراحتی واسه همینه؟ دو روز دیگه فراموش میشه. چجوری فراموش میشه؟ تو ببین چه همه آدم دیدنش. راستش کنسرتو شرکتی که اسپانسرمه را انداخته بود. اگه فردا نرم رو صحنه باید کلی پول بدم، کنسرتو، تبلیغاتو. من باید به چند نفر زنگ بزنم. آخه عکس چجوری از روستا میرسه دست روزنامه ها؟ من نمیدونم، یعنی نفهمیدم، نمیدونم. الان وضع خیلی خرابه، یعنی احتمالاً آره. من برم پیشش. الو زینب جان، چه خبر؟ مگه قرار نبود عکسو چاپ نکنی؟ آروم باش. بهت گفتم جز رئیس به کسی نشون نده. خب بعدش خود رئیس گفت همه باید ببیننش. دیگه عکس نمیدم، تموم شد. خب همونم بس بود. هر چقدر بخوای بهت وقت میدم و بی صبرانه منتظر داستانتم. باشه فهمیدم. خبری شد؟ اگه فردا نرم کنسرت پا میشم میرن دادگاه. نه بابا، اگه بخوای میتونیم برگردیم. تازه همه چی اینه قبل شده بود. هنوزم همه چی مثل قبله. نگران نباش، من کنارتم. راستی علکی گفتی اون راهو دوست نداری؟ بابا اینجا در آخری دوست داشت. تو هم واسه همین از این راه اومدی. یادت میاد؟ وقتی کوچیک بودیم هر دومون میخواستیم جلو بشینیم اما بابا میذاشتمون صندلی عقب. بعدم دعوای سمت راست و چپ نشستن شروع میشد. بعضی وقتا خیلی یاد گذشته میکنم. منم همینطور. اون چیزایی که دیروز بهت گفتم. بیخیال. نه گوش کن. بیخیال. گوش کن. بعد از مامان تو جمعمون کردی. حتی بابامونو. هیچ وقت اول به خودت فکر نکردی. منم حتی اگه اینطور به نظر نیاد، هر کاری کردم واسه خوشحالیت بوده. اینو یادت رفت؟ این چه؟ آره. چی کار کنیم الان؟ بر میگردیم؟ بر نمیگردیم. مثل اون قدیما دوتایی میریم اون عروسی و آهنگ میخونیم. دقیقا. هرچند یک کم واسه من گرون تموم میشه، ولی بی خیالش، بریم. من پشتتم. از فروش آلبومام یک کم پول هست. مشکل غرامت رو حل میکنیم. نه داداش، فروش آلبومای تو فقط واسه پول بنزین میشه. یعنی چی؟ وایسا ببینم. وایسا. وایسا میگم. سوار شو. یالا سوار شو. همه چی رو به راهه؟ آره. سوار شو بریم. چی شده؟ استارت نمیزنه. باتری خالی کرده. Yoldan güneş yükseliyordu, güneş.
سفر بخیر خانم. صورتتون از حد مجاز بیشتر بود. ضمناً چراغ جلوتون هم خرابه. گواهینامه و کارت ماشین. جناب همچین چیزی نمیشه، چون این ماشین بیشتر از 80 تا نمیره. پس بیشتر از 60 تا میره. لطفاً گواهینامه و کارت ماشین. باشه زینب جان باشه. بذار آقای مامور جریمه رو بنویسن بریم. پس بی زحمت کیفمو از عقب میدین. کارت ماشین کو؟ باید تو آفتابگیر باشه. بابام همیشه اونجا میذاشت. اینجا یک کاست دیگه هم هست. اوه یکی دیگه؟ بذار گوش کنیم. آفرین، فراموش نکردین کارت ماشین رو کجا میذاشتم. این دفعه حرفم وضعیت ارث و میراث نیست. میدونین که من هیچ وقت اصلا احساسات نشون نمیدادم. آزم یادت هر روزی که قالی رو سوزوندی یه سیلی بهت زدم؟ خیلی گریه کردی، گفتی اگه مادرم بود من اون نمیزد. شاید تو یادت نیاد اما من اون زنو هیچ وقت فراموش نکردم. از اون روز به بعد هر وقت به تو نگاه کردم مادرتو دیدم و هر بار انگار سیلی برگشت و توی صورت خودم خورد. معذرت میخوام. حکا یادت بعد مرگ مادرت اومدم اتاق تو، گفتم امروز تو بزرگ شدی و بعد از این برادر دست تو امانته. توی اون سن همه بار مشکلات زندگی رو روی دوش تو گذاشتم، در حالی که تو هنوز بچه بودی. معذرت میخوام. گفتم که بلد نبودم احساساتمو نشون بدم، اما خواستم لااقل الان بدونین که چقدر شما رو دوست داشتم. در ضمن ماشین معاینه فنی نشده، چون میدونستم میرم نبردمش. اون دست شما رو میبوسه. به خدا نمیدونستم. یکم خسته کننده شد اما دیگه رسیدیم. تا نرفتی مورلا میخوای تو رو برسونیم؟ باشه، اگه میخوای بیا عروسی. جدی میگی؟ واقعا میتونم بیا؟ نمیدونم، اگه کسی منتظرت نیست میتونی بیای. نه، خانوادت، دوست پسرت، تنها واسه تعطیلات اومدی اورلا؟ چی میگی؟ بیاد یا نه؟ بیاد. خب بریم. خانم با اجازتون. البته. ممنون. انگار یکم این میز مشکل داره، مگه نه؟ ببخشید. آره میزش مشکل داره. بگو دیگه دارین چی کار میکنی؟ دیگه خیلی دیر شده، من برم. خوش بگذره. نه هنوز زوده. نه برم دیگه. شبتون بخیر. شب بخیر. ای تو چقدر. پس میزو تو حساب کن باشه؟ من رفتم، شب بخیر. برو دیگه. اوزن دیگه، البته حق داره، کل روز خسته شده. آره یه جورایی سفر خسته کننده ای شد، مگه نه؟ آره. یعنی یعنی آره. البته تو هم خیلی خسته شدی. نه من خسته نشدم. منم هیچ وقت خسته نمیشم. خسته نشدی؟ نه بابا نشدم. قدم بزنیم؟ قدم بزنی؟ آره اگه بخوای میتونیم یکم با هم دیگه راه بریم. خوبه.
بریم پس. بریم پس. تو همه ی عروسی ها انداختی دنبالمون. من انداختم؟ پس کی انداخت؟ معلومه که خودت بودی. من خیلی تو عروسی ها تجربه دارم. یه چیزی بگم، بریم تو اسکله؟ نه بابا نریم. نکنه میترسی؟ نه البته که نه. بیا بابا اول خودم میرم. دستتو بده. یواشتر یواش. چی شده؟ وای دلفینا، تو هم دلفینا رو دیدی؟ وای خدا خیلی خوشگلن. چه دلفینی آخه؟ آی کجان؟ اوناش اونجا. کو؟ از اونجا نمیبینی؟ بیا ببین اونجا، دیدی؟ آها اون؟ دیدم. خیلی قشنگه. میدونی بچه که بودم میخواستم چی باشم؟ میدونم. چی؟ نمیدونم. دلفین. دلفین؟ فکرشو بکن، همه دریاها مال توه، هر وقت بخوای هر جا میری. به نظر من این حس آزادیه. خیلی شیرینه. داری منو مسخره میکنی تو؟ آره چرا بخوام مسخره کنم؟ یهو یه داستانی به ذهنم رسید که بابام برام میگفت. داستان یه ماهیگیره. یه ماهیگیر بوده و یه زن هم بوده. یعنی یه پری دریایی بوده. وقتی ماهیگیر میرفته دریا که ماهی بگیره، اون پری دریایی همیشه میرفت پیشش و براش کلی ترانه های قشنگ میخوند. یه روز که رفت ماهیگیری، بعدش به پری دریایی گفت منو به اعماق دریا ببر. اونم دستشو می... یه چیزی بهت بگم. خیلی بد قصه تعریف میکنی. آره خودم میدونم. فکر کنم باید یه چیزی رو بهت بگم. الان؟ آره. یه مرد دیگه؟ اصلا نه بابا، موضوع اصلا این نیست. کس دیگه ای نیست. پس چی؟ داستان داره هیجانی میشه. پری دریایی. بگم مبارکه؟ میگم تبریک بگم یا نه؟ این چجور حرف زدنه؟ بابامون نیست، اما من هستم داداش. چرت و پرت نگو. خواستگاری میکنیم. کیو خواستگاری میکنیم؟ دختره رو دیگه. تو چه آدم پایه‌ای شدی یا پسر؟ وقتشه که بریم. کجا بریم داداش؟ خب معلومه عروسی که بابا گفته بود دیگه. سلام. سلام. بفرمایی. ما برای عروسی امشب اومدیم. عروسی؟ اینجا عروسی نیست. اینجا خونه عایشه یلماز نیست؟ آره من مادرشم. خب به ما گفتن اینجا عروسیه دیگه. نه عزیزم اشتباه اومدی، اینجا عروسی نداریم. ما رو ارکان دمیر فرستاده. با بابام حرف زده بودین، خودش گفته. باباتون؟ آره. شما بچه های آرکان هستین؟ بله. ببینین، بابام چند روز پیش فوت شد. آخرین خواستش این بود که توی این عروسی آهنگ بزنیم.
پس آرکان مرده؟ من و آرکان 20 سال پیش با هم آشنا شدیم. اون اینجا توی یه هتل اجرا داشت. منم اون زمان خواننده بودم. اون تابستون با هم رو صحنه رفتیم. بعد اون رفت به استانبول. دیگه همو ندیدیم. درست سرش اینه که من نخواستم ببینمش. پس شما پسرای آرکان هستی؟ بله. آره، اما از ما خواسته توی عروسی دخترتون بزنیم. در اصل من به خاطر عروسی زنگ نزدم. منظورتون چیه؟ من یه کنسرت رو کنسل کردم. واسه دخترمون زنگ زدم. نفهمیدم، دخترتون؟ بله. یه لحظه، چه دختری؟ یعنی دختر من و آرکان، عایشه. تا 2 هفته پیش آرکانم چیزی از این قضیه نمیدونست، اما واقعا ناچار بودم. مجبور شدم زنگ بزنم دکتر. بایستم ببینم، جدی میگین؟ پس ما یه خواهر ناتنی داریم؟ آخه تو ما رو مسخره کردی؟ چجوری همچین کاری میکنی؟ میبینی چه غلطایی کرده؟ من که برمیگردم. فقط چون فهمیده دختر داره ما رو نفرستاده، حتما یه دلیلی داره. زنه گفت ناچار موندم. خب معلومه، وقتی فهمیده کی هستیم زنگ زده پول بخواد. بابا ما رو احمق فرض کرده. یکم آروم باش. چجوری آروم باشم؟ تو چجوری آرومی؟ نمیدونم، اما آروم باش. ولش کن، بذار یکم راه بره بلکه آروم بشه. خودت خوبی؟ نمیدونم. بیلی تهوایی میگیرم، الان برم به کنسرت میرسم. مطمئنی؟ آره، توی این سن دیگه خواهر نمیخوام. ماشین مال توه، بیا. سویچ هم مال تو. میخوای ببینیش؟ بابا گفته بود وقتی که اومدیم اینجا بقیه ویدیو رو ببینیم. منتظر چی بگه؟ ها؟ میگه 20 سال قبل یه غلطی کردم. یه خواهر دارین که باید مراقبش باشین. تو زندگیش با چی روبرو نشد؟ همش فرار. حرف زدن توی فیلم و نوار آسونه. هر چی می‌خواست بگه باید به موقعش میگفت. ما هم ازش حساب پس می‌گرفتیم. دمت گرم. نمیخوای واسه یه بارم شده مسئولیت پذیر باشی؟ داری مثل همیشه بدون اینکه پشت سرتو نگاه کنی فرار میکنی. مگه تو فرار نکردی؟ از مسئولیتات نه، ولی از آدم ها آره. مثل یه موش رفتی توی سوراخ. تو اون دنیای کوچیکت از من متنفرتر شدی. حرف دهنتو بفهم. دروغ میگم؟ هر فداکاری کردی تو چشمم نکردی؟ شاید چیزی نمیگفتی، اما کارات همیشه همین حسو به میداد. تو زندگی من خیلی مهم بودی. خودخواه و بیعقل و لوس بودی و به فکر خودت بودی. میدونی چرا تعاملت میکردم؟ ها؟
چون یادگار مادرم بودی. آره، اون فقط مادر تو بود، واسه همین فقط تو حق قصه خوردن داشتی. چی شد؟ چون تو روز خوب بودیم واسه مدای داداش بزرگه رو در نگار. برو از اینجا، برو دیگه جلوی چشمم نیا. قصه خودم هم همینه. با خواهر جدیدت خوش باش. هاکان، به دوست دخترت بگو دفعه بعد خواست خبرامو پخش کنه بیاد و وقت بگیره. چی داری میگی تو؟ زینبو میگم، خبرنگاری که عکسارو فرستاده زینبه، مدیر برنامه‌م گفت. باورم شده بود یکی میتونه دوستت داشته باشه، اما انگار واسه آدمی مثل تو همینم زیاده. دیگه از دستم خلاص شدی. کجا میری داداش؟ فرودگاه. راست میگفت؟ به اندازه کافی خبر گرفتی؟ هاکان ساکت شو. من تو رو باور کردم، باورت کردم. تو گولم زدی. اون ستاره قطبی یا دلفینا همش دروغ بود؟ با همه همین کارو میکنی؟ آره هاکان، قسم میخورم نمیخواستم اون عکس رو چاپ کنم. قسم میخورم میخواستم بهت بگم ولی نتونستم. به من دست نزن، به من دست نزن. نه دست بزن، بیا. حتی اگه میخوای ببوس خوبه؟ مگه روش تمین نیست کار تو اینجوری انجام میدی؟ با نخ دادن به مرداره؟ نه من نمیتونم هماهنگش کنم. باشه پس حالا من بهشون میگم دیگه، مسئولیتش با خودتون. چرا به حرفم گوش نمیدی؟ من گفتم چند ساعت دیگه حاضر میشه. من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم. سی دقیقه تا اجرا مونده. آقا ازان چیزی لازم داری؟ باباتون خواسته بود اگه به من زنگ نزدین حتما بشینین این ویدیو رو ببینین. 20 دقیقه مونده. میدونم از من عصبانی هستین، حق دارین. فکر میکردین شما رو به عروسی فرستادم، اما فهمیدین یه خواهر دارین. خودم هم تا یه ماه پیش نمیدونستم یه دختر دارم. این جریان مال 20 سال پیشه. چند سال بعد از مرگ مادرتون
منم تازه داشتم خودمو جمع جور میکردم. از ازمیر یه کار برای تابستون اومده، باید توی هتل اجرا میکردم. شما هنوز بچه بودین، شما رو به فامیلا سپردم و خودم رفتم. همون جا بود که با مادر آیاش آشنا شدم. بهش گفتم برگردم استانبول زنگ میزنم، اما نزدم. بعد 20 سال اون بهم زنگ زد، گفت اگه ناچار نبود اصلا زنگ نمیزد. آن دختر، یعنی دخترم، خواهرتون آیشه، بیماره، سرطان مغز استخوان داره. اینا دکتر گفت ممکنه مغز استخونه یکی از اقوام درجه یکش بهش بخوره. میدونم که کنجکاف هستین بدونین چرا اینو این شکلی بهتون گفتم. با خودتون میگین چرا قبل از مرگم چیزی نگفتم؟ اما فکر کردم به خواسته ی آدم مرده اعتراض نمی کنین و احترام میذارین. بچه ها لطفاً به اون دختر کمک کنین. وصیت منو چه بخواین انجام بدین چه نخواین انجام بدین، میخوام بدونین که با ارزشترین چیزی که از خودم گذاشتم شماها هستین. شماها رو به هم دیگه میسپارم. خدا نگهدارتون. چه قشنگ حرف زد، واقعا آدم ناراحت میشه. آره واقعا موافقم. خب میخوای چی کار کنی؟ اوزان 30 ثانیه تا اجرا مونده. الو، چی کار کردی؟ داستان تموم شد؟ چه داستانی؟ از داستان خبری نیست. یعنی چی که نیست؟ تو اونجا چی کار میکنی؟ از نوشتن منصرف شدم. وقتی دیدم ازت خبری نیست خودم شک کردم. جمو فرستادم. چیزی که نصفه ول کردی اون تموم میکنه. جمو فرستادی؟ آره. جمو کجا فرستادی؟ من اصلا بهت نگفته بودم که کجا رفتم. دخترم، من به اندازه سن تو خبرنگاری کردم. بیا دخترم، یواش یواش یواش، حکمت بی زحمت بیار. باشه خانم. یواش یواش وایسا. ممنونم حکمت. حکمت اینو بگیر، بگیرش لطفا. عایشه مثل دختر خودم. نه بابا بیا بگیر. نه بابا نمیگیرم. حکمت بیا بگیر دیگه. ممنونم حکمت. بیا بده من، بده من در میارم. بده. خب دختر قشنگم، دیدی دکتر چی گفت؟ وقتی بیماری دیگه پیش روی نکنه، کم کم دیگه مصرف دارو رو هم میذاری کنار. بعد مثل قبل موهای قشنگ دخترم رو دوباره نوازش میکنم، شونه میزنم. مامان من خیلی خستم. باشه بخواب، بخواب. یواش. آره خوبه. چرا برگشتی؟ همه چی رو فهمیدم.
ببخشین که بدون گوش دادن به شما. آیشه، آیشه دخترم، مامان چه عجب، ما چند ساعته داریم اینجا کیشیک میدیم؟ خانم تازه تشریف آورده. اینو بده من. چی کار میکنی؟ بده من. ول کن، ولش کن ببینم چی کار داری میکنی. ول کن. گوش کن. از این. بگیر. اینجا خبر مبر نیست. تموم. حالا برو. تو میدونی چی کار کردی؟ همین الان آینده شغلیتو خراب کردی. آره میدونم چی کار کردم. به رئیسم حتما بگو. اومدن. ای بابا یه لحظه گوش کن، گوش کن ببین چی میگم. ممکنه این خبر باعث بشه دو روز روزنامه خیلی بیشتر فروش بره، اما بعدش همه یادشون میره غیر از خود این آدم ها. فهمیدی؟ فقط اینا یادشون میمونه. فهمیدی؟ ببین این خیلی مهمه، تو رو خدا این کارو نکن. چون دختر مریضه این کارو میکنی؟ چی؟ من یکم تحقیق کردم، این دختر سرطان داره، منتظر پیوند مغز و استخوانه. هرچی تو بگی. من دارم میرم، تا نمیای؟ بیا پایین، آروم پیاده شو. آقای دکتر، نتیجه آزمایش کی معلوم میشه؟ اگه روال عادی بود شاید ماها طول میکشید، اما چون اقوام درجه یک هستین اول نمونه شما رو بررسی میکنیم. شاید چند روز طول بکشه. برای این مدت کم اصلا نیازی نیست که بیمار توی بیمارستان بستری باشه. میتونه توی خونه استراحت کنه. حالت خوبه؟ آره. آیشه جان، من توی هتل همین نزدیکیام. شماره تلفنمو دارین دیگه؟ اگه کاری پیش اومد حتما بهم زنگ بزنین، باشه؟ خب اینجا بمون، چرا بری هتل؟ نه بهتره برم. اتاق حاضر میکنم، الان میام.
سلام آقای دکتر، نتیجه چطور بود؟ میتونم اهدا کننده باشم؟ اول باید اینو بهتون بگم که حتی بعضی وقتا شاید پیش بیاد که نمونه اقوام درجه یکم به بیمار نخوره، اما امیدمون رو از دست نمیدیم. دنبال نمونه مناسب میگردیم، حتی ممکنه خارج از کشور باشه، اما این کار زمان زیادی میبره. آیشه ناراحت نشو، دیدی که دکتر چی گفت؟ حتی اگه الانم نشه بعدن یکی رو پیدا میکنن. خب نمونه مناسب پیدا شد. چی گفتین؟ چطور؟ جواب آزمایش های اولیه نشون میده این نمونه مناسبه. مامان نجات پیدا کردی. اهدا کننده کیه؟ میدونم رفتم خودخواهی بود، شاید ما آخرین امید اون دختر باشیم، اما اونم آخرین امید ما واسه خانواده شدن. داداش خودمی بیا آیشه. داداش کوچیکم دیگه، گاهی عقلم میپره و دیگه بر نمیگرده. تو هم از من یکم به من رفتی. خیلی ازتون ممنونم. یه چیزی مثل این، اما آمادشین شروع میکنیم. خوب شد. شما ادامه بدین، من برمیگردم. داداش عایشه، شب میایین دیگه؟ آره مامان کلی غذا پخته، نیاین میده به خورد من. داداش اوزانت بیاد میایم. میشناسیش دیگه، بازم مثل همیشه دیر کرده. من با اوزان حرف زدم، قول داد کنسرت بعدی ردیف اول باشم. خوبه؟ باشه، خیلی عالیه. فعلا بای بای.
سلام. سلام. این خانم توی راه مونده بود. ماشینش هم یه هفته تا 10 روز کار داره تا درست بشه. از خانم پرسیدی واسه تعطیلات میره یا سفر کاریه؟ والا میگه که دیگه. از خود خانم بپرسی، دیگه اصلا هیچ وقت سفر کاری نمیره. به من چه؟ خودتون حرف بزنین، چه وضعیه؟ تقصیر خودمه، چرا میخوام این بزغاله رو آشتی بدم؟ خیلی خوب است. نمیشه این خانم رو وسط راه ول کرد. به نظر منم نمیشه. جوونا، برای شما یه سورپرایز عالی دارم. الان؟ الان. بفرمایید نشون بدم. الان وقتش. تو هم وقت گیره واردیم. خب خیلی مهمه. ببینیم چی؟ الان ما رو کجا داره میبره؟ بیا بیا. پرواز رو کنسل کردم. با این خوشگل میریم. چطوره؟ بریم. عالیه. چطوره؟ بمیاد؟ وای وای وای، رنگش عالی شده. خوب شده؟ آره خیلی. فقط بگو ببینم تو ماشین خوب نگاه کردین؟ توش کاستی ویدیویی چیزی نباشه وقت؟ والا گفتن یه جعبه دربسته رمزدار توش هست. حالا باید بگردیم دنبال رمزش. یعنی چی؟ شوخی کردم بابا. اصلا ماشینو ببین قوقا میکنه. واقعا قشنگ شد. اما هنوز یه کاری مونده که گذاشتمش مخصوص خودت. درود بر بابا. Çocuk yeni uyanmış gözlerim.